به گزارش منابع خبری مختلف شب گذشته اسرائیل به اهدافی در ایران حمله کرده است. به گفته مقامات اسرائیلی این عملیات با هدف پیشگیری از تهدیدات فوری ایران علیه اسرائیل انجام شده است. اسرائیل ادعا کرده که این حمله با هدف متوقف کردن برنامه‌های نظامی ایران و جلوگیری از ارسال تسلیحات به نیروهای نیابتی آن در منطقه انجام شده است. از سوی دیگر مقامات ایرانی این حمله را به شدت محکوم کرده و تأکید دارند که اسرائیل با چنین اقداماتی قوانین بین المللی و حاکمیت ایران را نقض کرده است. ایران همچنین ادعا کرده که این حمله به اهداف حیاتی آسیبی وارد نکرده و تأثیری بر توانایی دفاعی ایران نداشته است. در بیانیه ای ایران هشدار داده که اقدامات اسرائیل به افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد. این حملات در حالی رخ دادند که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل همچنان در حال افزایش است و نگرانی‌های بین‌المللی درباره احتمال بروز درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه وجود دارد. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، با توجه به استراتژی دوگانه ایران در افزایش آمادگی نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک و در پی حمله اخیر اسرائیل به ایران، به نظر شما کدام یک از این دو رویکرد می‌تواند برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها مؤثرتر باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام. با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و همکاران گرامی، همونطور که قبلا حدود یک سال پیش عرض کردم، از دستاوردهای هیچ برای مردم، از این هیاهو برای هیچ، مطالبم رو که با تطبیق با واقعیت هست بیان میکنم. بنده هدف مقدس و با اهمیتی از این جنگ و این ماجراجویی ها نمی بینم و به نظر اراده اداره کننده اصلی دنیا جهت تأمین منافعشون و آخرین مراحل حل معضلات ساختگی در معادلات منطقه و دنیا که مقدمه تغییرات اساسیه که قراره طی 4 یا 5 سال آینده صورت بگیره، که تغییر نوع نسل بشر و ارتقاء سیستم فکری و عمل کردی رو در یه بستر متفاوت پیشبینی میکنم. ببینید، سیستم جدید ایجاد درگیری های اخیر که تقریبا طی عملیات طوفان الاقصا توسط حماس شروع شد و باعث شد که مشکلاتی رو که در منطقه تحت حمایت حماس باشه و اون بلایی که سر مردم غزه اومد و ضربات مهمی که در مجمع مقاومت در فلسطین و لبنان زده شد، مقدمه برچیدن پایگاه‌هایی بود که قدرت دفاع متحرک خارج از مرزهای ایران رو مورد تهاجم جدی قرار داد و شاید به نتیجه حل مشکل یمن و سوریه و لبنان با همکاری ایران منجر بشه. در همین راستا درگیری‌های موشکی و بمباران هوایی و پهپادی ایران و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده که بازیگر اصلی اراده حل معضلات با همکاری دو طرف رو داره. ظاهر هم درگیریه و عملیات روانی و تبلیغاتی هم مازاد به این عملیات کمک به ماجرا میکنه و همونطوری که در گزارش هم اشاره شد، بله، حرکات دیپلماتیک ایران هم شاهدی بر حل مشکل بزرگتر و اساسی در آینده خواهد بود که نهایتا میز مذاکره رو پیشبینی میکنیم و مستحضرید که آقای پوتین هم در حرکتی نچندان جدی به شرط درخواست طرفین، یعنی ایران و اسرائیل، اعلام آمادگی برای میانجیگری کرده. و مازاد بر این توضیحاتی که من دادم، این درگیری ها در آستانه انتخابات ایالات متحده جهت افزایش شانس پیروزی به نفع یکی از کاندیداهاست و همچنین جهت مصارف داخلی دو کشور، بله،
مشکلات روزافزون گسترش اختلاس ها و فقر و بیعدالتی و برای جلوگیری از شورش و اعتراضات مردم در ایران و همچنین اسرائیل که من امروز گزارش رو که می دیدم که فرودگاه های اسرائیل مملو از افراد سرمایه‌دار و سطوح بالاست که جهت خروج از تبعات جنگ احتمالی و با توجه به احساس عدم امنیت و آرامش میخوان اسرائیل رو ترک کنن و واقعا امیدوارم که این درگیری ها و مخاصمه با دخالت بزرگان و اندیشمندان و حکمت و دوراندیشی که به کار خواهد برد از اوغلای دو طرف و سایر کشورها هر چه زودتر به اتمام برسه و در حقیقت این اهداف بی اهمیت و مضحکه مکبرانی ها که نهایتا قربانی از افراد بیگناه خواهد گرفت به مسیر پایان هدایت پیدا کنه. بله، امیدوارم که تونسته باشم منظور گزارش رو برسونم. ممنونم از در شما. در خدمت هستم. متشکرم. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.